حالا 57. سوال مشخصم این از دست حضورتون که شما در کمک به شکل گیری جمهوری اسلامی در همکاری با آیت الله خمینی چه میخواستید از نظام برآمده از انقلاب 57 که رهبرش خمینی بود و روحانیت حاکم با یک حکومت مذهبی به قدرت رسید؟ شما از این حکومت چه میخواستید که بعد ازش ناامید شدید و خیلی زود به مخالفت با او برخواستید و به مبارزه با او؟ خواهش میکنم. عرض کنم که آقای خمینی به فرانسه آمد. در فرانسه با ولایت جمهور مردم موافق شد و اعلان کرد که ولایت یعنی حاکمیت با جمهور مردم است. 20 اصل ایشون به ایشون پیشنهاد شد، پیشنهاد کننده هم من هستم و دوستانم. ایشون 19 اصل رو اعلان کرد، غیر از یکی که عفو عمومی است. گفت این رو می رویم در ایران ببینیم وضعیت چگونه پیش می آید. خب این هم در برابر مردم دنیا این اصول رو اظهار کرد و متعهد شد به اونها. در ایران همون در روزهای نخست بر سر روسری که معروف شد به روسری یا توسری، ایشون که من بهش گفتم شما در فرانسه گفتید زنان آزادن در پوشش خیش، به من گفت که من از راه مصلحت در اونجا سخنانی را گفتم و حالا هم مصلحت می‌بینم خلاف اونا رو بگم. از اینجا در واقع به اصطلاح دو گرایش در اون بدیل در واقع نیروی جانشین پدید آمد. یکی که متعهد می‌دید خود رو به اصول راهنمای انقلاب ایران، یکی که نه، خود رو متعهد می‌دید به قدرت. و شما می‌دانید که کسانی که به قدرت تعهد دارند، اینها ساختاری که انقلاب انجام می‌شیرد برای تغییر اون، نه، او رو نگه می‌دارند، خود هم جذب اون ساختار می‌شوند. این از ستون‌پایه‌های جدیدی هم اجرا شد. حالا البته اون وقت ما نمی‌دونستیم یک برنامه محرمانه هم وجود داشته بر مبنای مثلا قدرت محوری آقای خمینی که اون در عمل انجام میشد بدون که گفته بشود که این همچه برنامه قبلا بوده. این برنامه رو، برنامه محرمانه رو منظورتون کدام برنامه از خواهی بنی صدر؟ یه برنامه است که آقای دکتر یزدی در جلد سوم کتاب خود اون رو تشریح کرده که به آقای میگوید که به آقای خمینی پیشنهاد شده. ایشون و آقای احمد خمینی و آقای مهندس بازرگان و آقای مطهری از آن مطلع بودن فقط که بر طبق آن رهبر صاحب اختیارات مطلق، شورای انقلاب مجری اوامر رهبر، حزب واحد برای مثلا راه بردن مردم و ستون پایه های جدید قدرت که همین سپاه پاسدار و دادگاه انقلاب این حرف هست. و این شما در جریانش قرار نداشتین و این طرح محرمانه در پاریس یعنی تهیه شده بود؟ این بله، اینطور که آقای دکتر یزدی نوشته در اینجا به تصویب آقای خمینی رسیده بوده و ایشون در واقع دو صورت، یک صورت داشته یک محتوا. صورتش خط و ربط استقلال، آزادی، حقوق انسان، دموکراسی، حتی پیشرفته تر از دموکراسی غرب، برای اینکه بنابر قول اینکه از سخنی که از زبان ایشون جاری شد، این مردم ایران در اداره امور خیش شرکت می کنند. این با هنوز در غرب همچه پیشرفتی در دموکراسی های غرب نشده. این است که خب اون وقت مجله نوول ابسرواتور وقتی نوشت آیت الله لیبرتر، اون که خبر از این نه او خبر داشت نه ما خبر داشتیم. آیت الله آزادی خواه. آقای بنی صدر، شما چه زمانی ناامید شدید از ببینید اجازه بفرمایید خیلی سریع سوال کنم، چه زمانی دیدید که فریب آیت الله خمینی رو خوردید؟ والا حالا فریب خیال نمی‌کنم معنی داره، برای اینکه گفتم یک انسان‌های بدیل وقتی اون توانایی نداره که به قدرت بگه نه،
اوست که فریب خورده. ما سر خط خودمون ایستادیم که خط استقلال آزادی بود. چه زمان اعتماد کردین به هر حال شما به آقای خمینی؟ منظورم از این زاویه است. بله اعتماد کردم، صحیحه. اعتماد کردم برای اینکه اون مرجع تقلید بود و ما اون رو نماد معنویت میدونستیم و میگفت ما میریم میگم قم و دولت. اصلا یکی از اون اصول این جدایی دولت از بنیاد دینی بود که روحانیت صراحت ایشون گفت که در دولت دخالت نمی کند. حالا که این تمام دولت شده قبضه روحانیت. آقای بنی صدر عذر میخوام، اگه بنده بخوام نتیجه بگیرم که چون میخوام بگذریم از اون دوره انقلاب و به امروز بپردازیم، اگه بخوام نتیجه بگیرم هر جوش اشتباهی خواهش میکنم تصحیح بفرمایید. برای بنده ناظر در نسبت به اون جریانات اینطور است که آقای ابوالحسن بنی صدر به عنوان یک فرد لیبرال آزادی خواه که انقلاب 57 رو چنین تصور داشت که در جهت آزادی، استقلال و یک پارچگی ایران و رفاه مردم حرکت خواهد کرد و براش هم مهم، نمیتونم بگم مهم نبود، چون که شما توضیح دادید از آغازم مخالف حکومت مذهبی، حکومت دینی بود، در شکل گیری حکومت شرکت کرد به این دلیل که تصور میکرد فرد خمینی در حقیقت یک ابزار محکمی است برای پیروز شدن انقلاب. و بعد از اون دیگه خود آقای بنی صدر و کسانی که معتقد به آزادی، استقلال و رفاه مردم بودن میتونستن قدرت رو در دست بگیرن در واقع و ادامه بدن و ساختار حکومت رو شکل بدن. ولی خب چنین نشد، دیگه میدونیم چرا چنین نشد. درست عرض میکنم در مورد نقش شما عرض میکنم در انقلاب و آغاز حکومت؟ بهتر بگیم به این ترتیب که یک این ترکیب و متجانس نیروی جانشین سبب شد که دو گرایش رو در روی هم قرار بگیرند و این رو در رویی دقیقاً با انتخابات اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران شروع شده. به لحاظی که وقتی ما متوجه شدیم که خطر بازسازی استبداد قطعی است، لازم شد که به قول یکی از دوستان که من هم مایل نبودم اصلا خود رو معرفی کنم به عنوان نامزد، که هرگاه شما خود به من میگفت خود رو معرفی نکنید اینا استبداد قانونی خود رو برقرار میکنن، کسی هم نمیتونه بگه بالای چشم این استبداد ابروست. و من به این دلیل خود رو معرفی کردم که بلکه جلو بگیرم از استقرار بازسازی استبداد. و گمان من این است که ما اگر مسئله جنگ و گروگانگیری ادامه پیدا نمیکرد، اون سازش های پنهانی انجام نمیگرفت، جنگ انجام نمیشد، میتونستیم جلوگیری کنیم. حتی اگر موفق میشدیم در خرداد 60 جنگ رو تمام کنیم، باز میتوانستیم مانع از بازسازی استبداد بگردیم. واقعیت امر این است. خب الان همون تلاشو میکنید شما از سال حداقل از سال 60، حداقل یعنی از زمانی که کاملا جنگ مغلوبه شد در قدرت و شما هم از ایران خارج شدین، یعنی حداقل 36 سال است که دارید با حکومت مستقر برآمده از انقلاب 57 مبارزه میکنید. الان هم همین کار رو دارین میکنین، این مبارزه ای که الان شما فرمودین. خب در این مبارزه آنچه که میخواین به دست بیارین آیا همان چیزی است که آرزوشو در بهمن 57 داشتین؟ یک. و دو، چه ساختار و محتوایی دارد این چیزی که آرزوشو داشتین و محقق نشد و به عکس شد و امروز دنبالش هستین؟ یعنی 36 سال دنبالش. خواهش میکنم. ببینید اون اصول 20 گانه که عرض کردم متاسفانه هیچ کدوم تحقق پیدا نکرده. نه ایران استقلال داره، نه آزادی داره، نه انسان ایرانی از حقوق شهروندی برخورداره، نه از حقوق انسان برخوردار است، نه دموکراسی وجود داره، نه اقتصاد تولید محوری هست. متاسفانه دین هم شده دین دولتی، از خود بیگانه، یه چیزی عجیب غریبی که به همه چی میماند جز دین. بنابراین اون چرا هم که میشنوم از شعارها، از حرکات در ایران امروز همون خواستاست. خب شعار عمومی که وقتی میگوین استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی،
در واقع یک ملتی است که از انقلاب مشروطه تا امروز در تلاش است برای استقرار حاکمیت ملی بر پایه استقلال و آزادی و هنوز او رو نیافته. این است که برای تدارک آینده هم بدیل لازم است، متناسب با استقلال و آزادی و متجانس. هم قانون اساسی لازم است در برگیرنده حقوق پنجگانه که توضیح خواهم داد، هم دوران گذار میباید از همکنون تکلیفش معلوم شده باشه، هم برنامه عمل لازم است. اینا لازم است برای اینکه جامعه بدانه برای چه آینده ای باید به عمل برخیزه و بیسته استقامت بکنه تا این اصل حاکمیت خود بر سرنوشت خویش رو به کرسی قبول بنشانه. آقای بنی‌صدر، شما هیچ وقت عضو هیچ حزبی نبودین و چه دوره انقلاب که حزب تنها حزب حاکم شما فرمودین حزب جمهوری اسلامی بود، مخالفشون اصلا بودید و اونا هم همینطور، و نه در تمام طول این 36 سال گذشته. بنابراین نتیجه‌ای که میگیریم این است که آقای ابوالحسن بنی‌صدر به عنوان یک شخصیت سیاسی در پی ایجاد ائتلافی است برای ایجاد یک بدیل سیاسی، یعنی مشخصا و با صراحت عرض میکنیم، یعنی خود آقای ابوالحسن بنی‌صدر به عنوان بدیلی برای رهبری اپوزیسیون. و در این اپوزیسیونی که باید ائتلاف داشته باشه و زیر لااقل اکثرش زیر چتر باشه و بتونه این قدرت رو داشته باشه که پیش بره، چقدر شما فکر کردین، تلاش کردین و به کجا رسیدین؟ خواهش میکنم. اول اینکه من چرا عضو جبهه ملی بودم قبل از انقلاب، سالهای قبل از انقلاب؟ بله، بنابراین این سابقه فعالیت تشکیلاتی دارم. دو اینکه ما جامعه امروز ایران محتاج بدیلی است که توانا به کار جمعی باشه. ما بنا نداریم برای اینکه یک فردی شاخص بشود و بقیه بشوند آلت. نه، ما میخواهیم یک جمعی، منتها جمعی که کاملا متناسب باشه با اون هدفهای انقلاب یا تحولی که در پیشه. حالا که اون انقلاب به نظر من لازم نیست که ما انقلاب جدیدی در بهش دست بزنیم، لازم است که اون انقلاب رو به عنوان تجربه ادامه بدیم، به نتیجه برسونیم. بنابراین اون بدیلی ببینید، این رژیم شاه رفت، ولی ساختار اداری، ساختار نظامی، ساختار اقتصاد مصرف محور، همین ها سر جاش موند. اون بدیل یا باید این توانایی داشته باشه که این ساختار رو تغییر بده یا جذب اون ساختار می شود. مشکل ما در مشروط هم همین بوده، در ملی کردن نفت هم همین بود، با اینکه مصدق استوار بود، ولی خب در عمل دیدیم که بخشی از اون همکاران او جذب اون قدرتی شدن که کودتا کرد بر ضد او. همین مشکل در 57 داشتیم، بالاخره این مشکل باید یه روزی حل کنیم. بخوایم اینو حل کنیم، باید که این بدیلی که به جامعه پیشنهاد می شود کاملا منطبق باشه با این استقلال، آزادی، حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق ایران به عنوان عضو جامعه جهانی و توانا به اجرای اون برنامه‌ای که با اجرای اون این ساختار استبدادی، دولت استبدادی یعنی دستگاه اداری، نیروهای مسلح و اقتصادی که متناسب با این استبدادی که همین اقتصاد رانت محور و مصرف محور است، این اون چیزی که جامعه ایرانی بهش نیاز دارد. این بدیل باید یک قسمتش در خود جامعه مدنی عمل کنه تا این جامعه بتونه به عنوان رکن دموکراسی وارد عمل بشود، یک قسمت دیگرش باید آماده باشه که به اصطلاح دولت رو تصدی کنه. این از لحاظ بدیل. طبیعتاً قانون اساسی میخواد مشتمل بر اون حقوق پنجگانه، دوباره میشمارم، حقوق انسان، حقوق شهروندی انسان، حقوق ملی، حقوق طبیعت و حقوق ایران به عنوان عضو جامعه جهانی. خب این قانون اساسی، قانون اساسی
این قانون اساسی قاعدتاً باید تشکیل باید نوشته بشه، تدوین بشه، در اختیار عموم قرار داده بشه و در واقع بر پایه این برنامه یک ائتلاف شکل بگیره دیگه. چون برنامه گروه‌ها و احزابی که تا حالا معرفی شده به هر حال منجر به ائتلاف گسترده‌ای در اپوزیسیون نشده. این قانون اساسی چگونه تدوین میشه و کی تدوین میشه؟ عرض شدم که این نگارش اولش 2 سال پیش انجام گرفته و گروهی از کسانی که در حقوق واردند، در رشته های مختلف عمل میکنند، واردند، اینا دارن روش کار میکنند. این 2 بخش داره. یکی اون اصول 5 گانه است، اصولی که اصول قانون اساسی که بیان کننده این حقوق هستند، که این نخستین از دید تهیه کنندگان نخستین منشور جامع و نسبتاً کامل حقوق است در مقیاس جهان. 2، سازماندهی نظام جدید که از دید تهیه کنندگان جمهوری خواهد بود، که دولت، ارگانهای دولت، قوای به اصطلاح از دید ما 4 گانه، چون ما وسایل ارتباط جمعی را هم به عنوان قوه وارد می کنیم در قانون اساسی، برای اینکه این جهان امروز نمی توان وسایل ارتباط جمعی رو و نقش بزرگشون رو در تحول جامعه ها و اینکه راه رشد برون یا نروند نادیده گرفت. آقای بنی‌صدر، فکر می‌کنین این قانون پیشنویس، این قانون اساسی پیشنهادی تا کی تموم میشه؟ این که گفتم نگارشش که تمام شده، این به اصطلاح بازنویسی از لحاظ فرم حقوقی آماده شدن، یعنی در اختیار عموم قرار دادنش. امیدوارم همین در ماهای بعد، در ماهای آینده بسیار کاملا آماده بشود و برای جامعه پیشنهاد بشود. سوال دومم این است که آیا تصور میکنید که، چون یه جمله شما گفتین که انقلاب رو به عنوان تجربه ادامه بدیم تا به نتیجه برسیم و لزوم نیست که حتما به انقلابی دست بزنیم. سوالم در یک کلمه، خواهش می‌کنم، چون واقعا وقت نداریم. سوالم این است که آیا گمان شما این است یا ارزیابی شما این است که خود جمهوری اسلامی ایران میتواند استحاله شود به یک حکومت دموکراتیک، یا به طور کلی باید این حکومت به عنوان یک نظام سیاسی نابود بشه؟ به نظر من این قابل اصلاح نیست، چون اگر بود که شده بود. نیست، برای اینکه هیچ نظامی رو نمیشه خلاف محورش اصلاح کرد. محور این نظام هم ولایت مطلقه فقیه، که هم ضد اسلام است، هم ضد رشد است، هم ضد استقلال است، هم ضد آزادی است. بسیار سپاسگزارم آقای ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران، که در این برنامه خط قرمز حضور داشت. آقای بنی‌صدر، شبتون بخیر. روز شما خوش.